نظر شما امروزه کدام یک از موارد زیر لطمه بیشتری به اقتصاد کشور ما میزند؟ یک، احتکار. دو، کم فروشی. سه، گران فروشی. عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30111 ارسال فرمایید. سفر مشهد مقدس، جایزه برای 10 نفر از شرکت کنندگان در نظرسنجی این برنامه. محمد تقی برخوردار، متولد 1333 در قم، کارگری که کارآفرین نمونه ملی شد. کارآفرین میهمان در برنامه امشب پایش، 58 سال پیش در خانواده کشاورز در قم به دنیا آمد. در نوجوانی به عشق کار تحصیل را رها کرد و ابتدا وارد کار بنایی و ساخت و ساز شد. بعد از آن مجموعه متنوعی از کسب و کارها را تجربه کرد تا اینکه به کار کشاورزی علاقمند شد. محمد تقی برخوردار برای اولین بار در جهان در کویر ماهی خاویاری پرورش داد و در این کار چنان سخت کوش بود که ظرف چند سال به عنوان صادرکننده بزرگ خاویار از ایران و کارآفرین برتر سال 87 معرفی شد. آقای برخوردار سلام، خیلی به برنامه ما خوش اومدید. سلام علیکم. من سلام عرض می‌کنم به بینندگان محترم که ما رو چند دقیقه تحمل کنم. بیشتر از چند دقیقه در خدمت شما هستیم. آقای برخوردار نوبت دکترا بود، بعد نوبت کارگرا. سلام. نوبتی نیست، مهم اینه که مردم دوست دارن حرفای خیلی خیلی خوب بشنون. من مطمئنم شما حرفای خوب زیادی برای مردم دارید. شما این بیرون نشسته بودین سال نظرسنجی امشب ما رو دیدین؟ بله. به کدوم رأی میدین؟ گفتیم احتکار، کم فروشی، گران فروشی، کدومش به نظر شما ضربه بیشتری میزنه به اقتصاد؟ هر ستاش ضربه میزنه. کدومش بیشتر؟ گران فروشی. فکر میکنیم بیننده ها کدومو گفتن؟ فکر میکنم گران فروشی، چون بهانه شده تا از یه ذره بالا پایین میشه تو یه مشت واقعا سو استفاده میکنن و فورا گران میکنن از ناسا. و دیدید که تو کاریکاتور دون بود 5 تا نخ. خب این نتیجه‌ای که آقای اسفندیاری تا اینجا بر ما دارن نشون میدن، بله، بیشترین درصد رو بیننده ها به احتکار دادن، گفتن که 63% گفتن احتکار، 6% کم فروشی و 30% گران فروشی، که کدومش به اقتصاد بیشتر ضربه میزنه. این کم فروشی که در واقع تو قرآن لعن و نفرین شدن، احتکارم که یه کار مذمومیه، گران فروشی هم که بی‌انصافیه. ما این نظرسنجی رو گذاشته بودیم امشب آقای محسنی جایی بیان که افتاد برای هفته بعد. بعد این نتایج هفته بعد حالا انشالله با ایشون بررسی میکنیم. ولی جالب آقای اسفندیاری، من خودم هم فکر میکردم مردم مثلا یا کم فروشی رو بیشتر نظر بدن یا گران فروشی رو. آقای هیدری الان این روزها دیگه رقابت زیاده، مثلا کسی نمیتونه خیلی گران فروشی برد. کنه ممکنه قیمتها گران شده باشه، ولی این سطح عمومی گران شده. حتی کم فروشی، مثلا ما یه عالمه عکس داشتیم آقای برخوردار تو هفته‌های پیش، بیننده ها برامون میفرستن، مثلا در ظرف پنیر رو وا کردی مثلا میبینی یه عالمه توش آب قالبه کوچیک شده. یعنی مثلا قیمت رو چون دولت قیمت میذاره نتونسته کم کنه، پنیره رو کوچیک کرده. یا سطل ماست مثلا ماستش کم شده، یا شیر مثلا چربیش کم شده نسبت به درصد چربی که روش مثلا مینویسه. بالاخره گزینه برای مصرف کننده هست، اگر بله. میره توی فروشگاه یه چیز دیگه چند تا پنیر هست یه چیز دیگه رو میخره. برای همین احساس من اینه که بیننده ها احساس میکنن گران فروشی و کم فروشی زیاد تشخیص دادن. احتکار الان بیشتر خیلی جالبه. البته مردم همیشه واقعا خوب تشخیص میدن. خیلی خوب، بریم اسلایدارو آقای الان می‌خوایم بریم اسلایدارو. بله دیگه، بریم ادامه اسلایدارو. آقای برخوردار هم نظر بده در مورد اسلایدا، من مطمئنم ایشون نکات خوبی خواهد داشت. بسیار خوب. تا ترکیب جمعیتی رفتیم. آره اینم رفتیم. ترکیب جمعیت، این که نرخ تولد در دنیا گزارش توسعه جهانیه که سرعت پیر شدن و هشدار میده که بعضی کشورها دارن پیر میشن. این کشورهایی که خیلی آبی پررنگن به زبان ساده بگم، اینا دیگه
همین جمعیت تولید میکنه، میزان تولد نه برعکس بله. اونا دارن جمعیت تولید میکنن بله. اونایی که آبی پررنگن اونا الان دارن به شدت با سرعت خیلی بالا دارن جمعیت تولید میکنن. حالا بعدن چه اتفاقی میخواد بیفته و بلایی سرشون بیاد دیگه خدا میدونه. کشورایی هم که خیلی کم رنگن و اونا جمعیت دیگه خیلی تولید نمیکنن بله. اونا اتفاقا ممکنه برعکس جمعیتشون داره خیلی پیر میشه، مثلا ژاپن، روسیه است، نمیدونم کانادا و اینا. برای همین هم هست بعضی از این کشورها مهاجر میپذیرن، یکی از دلایلش همین هست. تصویر بعدی نرخ فرزند آوریه که در ایران 1.87، در نیجریه 7.52، در سنگاپور 0.78 که میبینید اکثرا کشورهای آفریقایی الان بالاترین رتبه ها رو نرخ فرزند آوری رو داره. این نرخ فرزند آوری در ایرانه که میبینید در سال 2000 مثلا خلوش 2.2 بوده بعد همجوری اومده پایین، اومده پایین، شده 1.7، 1.7، 1.7، بعد یه دفعه 2009 یهو خیلی زیاد شد. من دقیقا تاریخش رو نمیدونم، این دقیقا به خاطر اون 1 میلیون بود که قرار بود به نوزاد بدن، احتمالاً به خاطر اون، ولی بازم کم شده، ولی بازم داره باز روند کاهشیه. و نکتهش اینه که الان خیلی سیاست‌های کنترل جمعیتی و تبلیغات کنترل جمعیتی صورت نمیگیره، احتمالاً پیام‌های اقتصادی با منطق اقتصادی دیگه. خانواده ها بالاخره الان یه بچه مهد کودکش نگیم چقدر الان باز شد مثلا مهد کودک خیلی هم ضروری نیست. بعد هرم سنی کشور در سال 65 که میبینید 0 تا 4 سال خیلی جمعیت کنترل جمعیت موقع متوقف شده بود و به هر حال زمان جنگ هم بود، به هر حال کشور در معرض خطر بود و احساس میکردن مردم که اگر فرزند بیشتر داشته باشن اینا میتونن بله نیروی کار سربازه. بعد اینو میبینید در سالهای بعدی این یواش یواش همون پیکه اومده بالا، اینجا الان شدن 10 تا 14 سال در سال 75. ما تا 19 میلیون دانش آموز هم داشتیم یه سالی. بعد اینا در سال 85 میان میشن کنکوری 20 تا 24 سال کنکور میدن و میرن دانشگاه. در سال 90 اینا دیگه اومدن. فقط اینجا یه اتفاقی افتاده خیلی جالبه، اینه این پیکه یه دفعه نمیدونم چی میشه، یه احتمالاً یه دفعه چه اشتباه نموداریه، احتمالاً احتمال داره اشتباه نموداری باشه. ولی حالا به هر حال اینا اومدن الان دنبال کار میگردن، میخوان شوهر کنن، میخوان زن بگیرن و اینکه حالا باید براشون حالا نکته دقیقاً آقای اسفندیاری رو شاید هدف از انتخاب این اسلاید آقای برخورداریم بود که این روند جمعیتی در واقع یه منطقی داره و برنامه‌ریزان کلان کشور باید این روند رو ببینن، یعنی این جمعیت یه دفعه خلق نشده، یه دفعه نیومده، از قبل معلومه که اینا در چه سنی مدرسه میخوان، در چه سنی شغل میخوان. و یه موضوع دیگه که ما داریم، ما در 20 سال آینده یه جمعیت میان سال به بالا، یعنی به سمت سالمند بزرگ خواهیم داشت. بله، از الان صندوق‌های تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری که دارن پولای کلون میگیرن و معلوم نیست چی کار میکنن، باید برای اون روزا برنامه‌ریزی داشته باشن. یعنی اگر اینا رو درست توی علم ادبیات بیمه، ما یه رشته حسابداری داریم به نام اکچوئری که در واقع محاسبه میکنه برنامه‌ریزی که در آینده باید چه جوری باشه. یه نکته خوشبینانه هم بگم، بله. فرصت طلبی برخلاف اینکه خیلی‌ها فکر می‌کنن بده، خیلی خوبه و این خودش یه فرصت‌های جدیدی رو درست می‌کنه برای کارکاسبی، کسانی که می‌خوان خانه سالمندان درست کنن، کسایی که می‌خوان مراکز پزشکی رو سودجویی. فرصت طلبی نشه، خیلی خوبه. دلالی ما تو مفهوم بدش استفاده می‌کنیم، چه اشکالی داره؟ خیلی خوبه، کسی سود در بیاره به بقیه هم بده، سهم بقیه مردم هم در نظر بگیره. خب این تا همینجا نگه دارین آیه اسفندیاری، ما یه ذره با آیه برخوردار صحبت کنیم بعد بقیه‌اشو. باشه. خب آقای برخوردار خیلی خوش اومدید. در خدمت شما هستم. آقای برخوردار یه ذره بیشتر خودتون رو برای بیننده های ما معرفی کنیم ببینیم. من برخوردار هستم، همونطور که فرمود من یه خانواده کارگری بودم. بشیم. خانواده کارگری بودیم و خلاصه 6 کلاس که خوندیم دیدیم باید بریم مشغول به کار بشیم، چون اقتصاد خانواده احتیاج به کار من داره. پدرتون چه کارو بود؟ پدرم هم کشاورز بود و به هر حال اون موقعی که من اومدم رو کار دیگه کار افتاده و قیمت شده بود و بریز کار. یعنی شما از 13-12 سالگی کار کرد؟ بله، 7 سال بوده، 6 سالم درس خوندیم. آره. موقعی که 6 بودم قدیم که الان دوباره شده مثل قدیم. 6 کلاس که خوندم دیگه دیدم باید کار کنم و کاری شروع کردم. ما اون روز کارگری بنایی
یه کارگر بنا بودم. آخه 13 ساله چه کارگر بنا بودم. در هر حال احتیاج بود که بریم کار کنیم. چی کار می‌کردی؟ اتفاقا من شاگرد کاشیکار شده بودم اون زمان. بعد یواش یواش پیشرفت کردیم. اومدیم توی کارخونه کار کردیم. اون موقع که کاشیکاری می‌کردین یعنی شما در واقع ملات درست می‌کردین دیگه برای استادتون. ملات درست می‌کردین. بله. اون روز فکر می‌کردین یه روز صادر کننده بشین؟ اصلاً. تداعی می‌کردم. که من باید چی بشم. ولی فکر نمی‌کردم تو این رشته. تو این رشته. خب چون من شروع به کار کردن و روز اول آرزوی دوچرخه داشتم که دوچرخه بخرم به کارم برم. اون موقع که کارگر بودی. بله. بستی یه دونه دوچرخه خریدم 210 تومان. آوردم خونه. آوردم گذاشته بودم سینه دیوار این نگاه به این دوچرخه رو انگار F14 خریدم. کلی کیف می‌کردم. کیف. بعد با شروع از اون روز بود که من همین آقای برخوردار باور کنید من دیدم تو دور اطرافیانم مثلا ماشین چه میدونم 206 داره یه آدم مثلا جوان 18-19 ساله برای اینکه باباش این 206 رو مثلا تبدیل به مثلا به مزدا تو نکرده سه شب خونه نیومده اصلا از ماشینی که داره لذت نمیبره میگه که این من اصلا نمیخوام اصلا یعنی میدونید شما با یه دوچرخه کلی به تعبیر امروزی ها حال کردین این با 206ش قصه میخوره چی جوری میشه؟ متاسفانه یا خوشبختانه یه چیزی رو شما تعریف کنم یه فیلمی بود استفاده به این از آب کانال دو نشون میداد اومدن از من فیلم برداری شدن کارگردان فیلم بردار به من گفت آی برخوردار این توی این ایوان واسه که داره فیلم برداری میکنه اون ترکتوری که داره بار خالی میکنه گندم خالی میکنه بهش بگید یواش خالی کنه که شوفر رو اف کنید اون میگه دوربین پیدا باشه این کلا اون شوفر رو اف کنین اون رو والله پسر منه کلا حرفی زدی گفت پیدا نیست ایشون تعجب کرد گفت چطور بچه شما پشت این ترکتور داره کار میکنه آفرین گفتم فکر کردی بچه من بعد یه ماشین آخر سیستم داشته باشه تو این کوچه ها پرسه بزنه نه بچه اگر دارد اون بعد به موقع کار کنه به موقع زندگی بکنه به موقع تفریش بکنه ولی کار این نیست که توقعات داره بالا اگر کسی سرمایه داشت پسرش در نماد ما متوقع بچه رو به سری یه جوری کنه که متوقع بشه همش مثلا هرچی گفت چشم چشم این به قول اصفهانی ها میگن به کارگرهای پایینشون میگن عز پدر مادر بیا یک کسی چرا یعنی نرفته دنبال کار و تلاش اینه که بچه همون باید عادت بعد به جوانی عادتشون بدیم جالب اینجاست من کارآفرینم به اینی که بچه های من دارن کار میکنن آفره. بچه های من دارن سر پروژه کار میکنن چند تا خواهر برادرین آقای خوردن؟ من 4 تا برادر بودم که یکی 2 سال پیش فوت کرده بزرگترم بود من ده اهل بیت بود بله. و 3 تا برادر هستیم سه تا خواهر سه تا برادر بله قربان شما چندمی بودی؟ من 4می بودم آقای برخوردار از چه سنی به پدرتون کمک کردین؟ الان در قید حیات هم پدرتون؟ نه 17 سالم بود بابام فوت 17 سالش بله و تو اون 3-4 سال بهش میرسیدین؟ اصلا من مخصوص پدرم رفتم سر کار آها من مادره درست چون پدر مادر و 3 تا بچه فرزند داداش کوچیک‌تر 2 تا کوچیک‌تر بودن یه خواهر کوچیک‌تر به خاطر اون خانواده که پدر اکار افتاده و من شروع به کار کردم چون واقعا من میبینم باز تو دور اطراف آدم های 30 ساله 32 ساله که زن و بچه هم دارن ولی همچنان انتظار دارن که پدرشون مثلا ماشین براشون بخره چه میدونم اجاره خونهشون رو بده پول تو جیبیشون رو بده زیاد. متاسفانه خب آموزش نمیدیم برنامه‌ریزی نمی کنیم انگیزه تولید نمیشه ما جوان ها اون فکر میکنن بعد مثلا یه درسی رو میخونن یه سرمایه بهشون بدیم یه میزون بهشون بدیم پشت میز یه مدیر یه شرکت نه این نیست بنده که در خدمت شما هستم و کارآفرین برتر ملی کشور شدم به کارگری به سختی یه روزی من کارآفرین شدم از وزارت کار به من گفتن داستانتون رو 250 خط بنویس هر اون من شروع به داستان خودم سرگذشت خودم شروع کردم بنویسم دو جاش گریان گرفت از سختی هایی که در زندگیم بوده نجم. یاداوری شد بله تلاش متاسفانه اینو ما خوب آموزش نمیدیم به جوانامون متوقع بار فقط میخوان
فقط میخوان. خودشون حاضر نیستن، نمیگن خلاقیت نمیکنن، تلاش نمیکنن، یعنی از بعد به جوانی برای خودشون تدایی نمیکنن چه کاره بشیم، چه کار بکنیم. امروزه باید برنامه‌ریزی بکنیم، یه جوان ما شروع کنه به کار کردن، بگه من میخوام چی کاره بشم، تلقین به خودش بکنه، انرژی مثبت به خودش بره تا بتونه. متاسفانه آقای برخوردار آدم میبینه جوانایی که فقط همه هنرشون اینه که از بابای بیشتر بکنن، این برادره بیشتر گرفت، چرا من کمتر گرفتم، سهم من چرا کمتر شد، ولی اینکه من چی کار دارم میکنم، من چی دارم تولید میکنم. درسته. کجاست آقای برخوردار؟ بعد چی کار کردی؟ بعد خب تا کی شاید برنامه بودی؟ شاید برنامه بودم تا سن 10 سالگی، همین که گچکار شدم رفتم تو کار گچکاری، همین که گچکار شدم به اصطلاح بنا شدم، اون روز روز 17 تا یادم میاد، روز 17 یا 18 تا موزم بود، پدرم فوت کرد. بعد خب خانواده الان رفت زیر، کلا زیر پوشش من، یعنی دو خواهر کوچیک یه برادر با مادر، اونا رو ساپورت کردم تا 20 سالگی 22 سالگی من الحمدلله دیگه گچکاری رو چند تا بنا داشتم و کار میکرد و رونق پیدا کرد، رفتم تو کار گچکاری، دیدم که هنر قشنگیه. در گچکاری من کار رایانه انجام میدادم الحمدلله. آره بر خدا الان اگه مال و گچ بدن دست تو میتونی گچ کنی؟ بله من امتحان کردم واقعا میتونی، شاید یه روزی خلاصه همه رو ازم گرفتن دوباره بتونم کار رو کنم، دیدم نه میتونم. کاشکاری هم بلدی؟ نه بیشتر همون گچ کاری. گچ کاری گچ بری دو چی؟ گچ بری الان گچ بری هم بلدی؟ بله من گچ بری رو آینه کار میکردم. یعنی اگه هیچ کاری نکنین گچ بری رو بلدی؟ بله بعد حتی خب برات گچکاری هم بلدم، گچکاری هم بلدم. آفرین. امتحان هم کردم نمیدونم یادم نرفته باشه خلیش. دیدم نه بعد بعد خلاصه راجعه تو کار ساخت ساز و ساخت سازی رفتم و یه اندوخته ای رو من برای خودم ذخیره کردم، یعنی اضافه از زندگی. درست. همون باعث شد که من خیلی از بعد به جوانی علاقه به کشاورزی داشتم، دوستان کشاورز داشتم، میرفتم سر کشاورزی اینا، چون عاشق بودم و خیلی از کار کشاورزی، یعنی اون کارو ارضام نمی‌کرد، ردیف نمی‌شدم تو کارم، تا اینکه رفتم یه چون مخروبه رو تو حاشیه کویر قم پایین قمرود بهش میگن. برای چی این همه کار می‌کردین آقای برخورد؟ علاقه من بودم که کار به یاد بزنیم و تلاش بکنیم و تولید شغل بکنیم، چون علاقه من از جوانی علاقه به این کار داشتم. که کار روزی چند ساعت کار میکنی؟ الان اصلا بگم 5 صبح الان من بیدار شدم، الان هنوز همین امروز صبح 5 صبح بیدار، 5 صبح والله بیدار شدم چشم من. با این که میدونستین تا آخر شب قرار بگیرم، با این که میدونستم امروز برنامه دارم، به هر حال استرس داره، روبرو آقای دکتر ایدهی نشستم. ما مخلص شما اینا خیلی مرمولی من ترسناکم بگه نه در حال یک موجود توانمند درده که بنده افتخار به شما میکنم. به این دلیل منظور با این حال من هنوز اپا نیفتم، قول به تو میدم تا دو ساعت دیگه هم بتونم کار کنم. شما برنامه های قبلی پایش ما رو دیده بودین؟ بله کاملا. شما اهل قمین آقای سلطانی رو میشناسین؟ اومده آقای سلطانی بچه محل ما. عجب. بله آقای روز موری واکسی بهش میگفتن، مرتضا واکسی. خودش هم گفت صدای من میشنه، من چای زینل میشه. اگه آقای مرتضا سلطانی برنامه ما رو میبینم بهشون هم سلام میکنم. من داداش عباس برخوردار هستم که ایشون رفیق بود با داداش با من، هم همینطور ایشون جلوی حمام واکس میزد، حمام محل ما. من هم 200 متر پایین ترش کنم. اینه که پس من و موری واکسی که مرتضی واکسی باشه با تلاش آفره. من یه روزی توی رادیوی شما یک حرکت هزار برکت تو همین صدا سیما بودم، یک شنونده از من سوال کرد، شما که میگن تخصص نداشتی در کار خاویار، حتی علمشم که نداشتی، تجربه نداشتی، چطور شده شما پرورش اولین پرورش دنده ماهی خاویار هم در حاشیه کویر؟ گفتم هر کس تو زندگیش 4 تا عامل رو واقعا انجام بده، یک توکل به خدا بکنه، هر کاری ما خود قومی ها میگیم خدایا به امید تو، دوم که توسل به ائمه، که من به جواد الائمه توسل میکنم، همه چیزم هم آقا امام جواد هم میدونن چه هیئتی که داریم جواد الائمه است، چه مزه امام جواده، چه خودم محمد تقی هستم، پسر اول هم جواده، یه نرم خدا هم داده محمد جواد روز تولد آقا امام جواد. اینه که اگر بر از سقیده باشید تمام توسل توکل توکل توسل انجام دادید، تفکر به شما میدن. هر موقع تفکر داشتید تلاش بیوقفه،
اینو در یه دانشگاه من این صحبت کردم، تلاش بی وقفه باعث موفقیت شما میشه. در موقع بعد یه دکتری این صحبت که من باش کردم گفت آقای برخورداری یه تب عاملات اضافه شد، تشکر از خدا که اینقدر نعمت به شما داد. پس بنابراین هر موقع ما میخوایم بر اساس عقیده زندگی بکنیم و واقعا بخوایم از ائمه بدونید که خدا به امید خدا شروع کنید، شما نمیشه موفق نباشید، همینطور که شما الان نظاره دارید. بله. این ماهی 5 گرم بوده، الان ما ماهی داریم 100 کیلو. آفره. من اولین پرورش دهنده هستم، آقایون شیلاتی هستن، اولین صادرات گوشت سال 1384 انجام دادم، 1389 اولین خاویار پرورش رو من استحصال کردم. جالب اینجاست که کارشناسا میگفتن به هیچ وجه در منطقه قم شما نمیتونید خاویار برداشت کنید، چربی برداشت میکنه چون پتانسیل نداره، اون آماده نیست اونجا. ولی ما 8 ساله 12 سال تا 18 سال میگفتن باید شما خاویار استحصال احتمال میده استحصال کنید، ولی ما 8 ساله خاویار استحصال کردیم و امروزه برای کسانی که سرمایه گذاری میخوان بکنن در این زمینه ما حرف داریم و آماده ایم و حتی من در خدمت همه کسانی که در این باره میخوان سرمایه گذاری بکنن، ما آماده همه تجربیاتمون در اختیار بذاریم که این ماهی چون به نام ایرانه و متاسفانه الان دریا به انقراض کشیده شده و یه سیم خاردار درش کشیدن، ما امروزه در این جایگزین دریا میشیم. و الان من 3 تا کار کردم، یکی پرورش گوش، یکی استحصال خاویار، گوشت خاویار قزنبران میگن، یکی گوشتش که الان الحمدلله ما 24 تا تولید کننده داریم بعد از من شروع شده، یک خاویار که این خاویار ارزشمندترین غذای دنیاست و برند شمال ایرانه و متأسفانه چون دریا به انقراض کشیده شده. کیلو چند آقای برخورد؟ والا گوشتش کیلو الان حدود 30 تومنه. گوشتش خاویارش؟ خاویارش در ایران کیلو 1500-600 تومنه. چرا بله. صادرات نمی‌کنه؟ صادرات الحمدلله این نوید رو میدم به همه. ما 2 هفته پیش اولین صادرات خاویار رو از کبیر به جهان انجام دادیم. یعنی پس ما تو خاویار پرورشی الان صادر کننده میتونیم بگیم؟ بله صادر کننده شدیم و امروز دیگه نمونه بارزیه که بیاید سرمایه گذار بیاد تو این کار. صادراتش کیلو چند؟ والا کیلوی یورویی که ما صحبت کردن تقریبا 1500 یورو. آفرین. بله. آفرین. پس صادراتم خیلی مال ما خوب شده ولی مال بعضی امکان داره. نه فقط آقای برخورد شما ناراحت نمیشین یه عده دیگه بیان همین کار شما رو بکنه؟ این ناراحت میشدم، تمام توانو نمیذاشتم، هم ترویج کنم همینم که بگم آقا من در خدمت همه کسانی که این کار رو میخوان شروع کنن، من تمام تجربیات من در اختیار. به خاطر همین دل دریاییتونه که خدا اینقدر بهتون داده، که یعنی ما هم تو کشور ظرفیت خیلی خیلی کار داریم و تولید، هم دنیا بازارش انقدر گنده است که کسی جای آقای برخوردار رو تنگ. آخه بعضیا میگن که این کاری که یاد گرفتیم به کسی نگیم ترافیک میشه، ولی واقعیت اینه که هم مملکت ما انقدر از این زمینای مثل زمین قم داره برای تولید، هم دنیا انقدر بازارش گنده است که حالا حالاها ما باید تولید کنیم. چی که تولید بکنیم آقای دکتر پذیرا هستن دنیا. بله. چون ماهی خاویار هم گوشتش هم خاویارش، یعنی هر چی که ما تولید در ایران بکنیم متقاضی داره و صادرات. درست. آفرین. خب یه بار دیگه این آماره رو با هم نگاه کنیم. احتکار همچنان داره پیشتازی میکنه. نزدیک 65% تقریبا احتکار، 6% کم فروشی، یه چیزی کمتر از 30% یعنی 29 خورده گران فروشی. اون بقیه اسلایدار هم با هم نگاه کنیم. آیه رقابت شدید طرفدارای گران فروشی و طرفدارای احتکار. یه چند تا نظر جالب اتفاقا در مورد نظرسنجی امشب داریم. مثلا یه بیننده ای گفتن که اگه برنده شما اهل مشهد باشه تکلیف جایزه چی میشه؟ 0938109 میگه آقای برخوردار هزینه سفر به قم رو بهشون بده. در خدمت شما بگیم یه خاله در خدمت شما. یا مثلا یه بیننده دیگه ای گفتن 0911660 گفتم من که کامپیوتر ندارم چجوری بفهمم برنده شدم یا نه؟ احتمالاً همکاران ما تماس میگیرن باشون که بله. بهشون بگن که اگر برنده شده باشن. بسیار خوب. بریم بسته ها رو بسته پایش مردمی تا اینجا دیدیم. بله. درست. بله. این تصویر یکی از بیننده ها فرستاده، خیلی تصویر قشنگیه. خدا
بسیار خوب، هرم سنی رو رفتیم. بس. این تصویریه که یکی از بیننده های ما فرستاده، حلال کرها واقعا زحمت میکشن و بعضی وقتا نان و هندوان. من بعضی وقتا هیدری نگران میشم که احساس میکنم که جوونهایی که الان سن جوون هستن اصلا چه کسی قراره این کارها رو انجام بده؟ بله. یعنی اگر کارگران خارجی در کشور ما بله. نباشن، این کارهای پرزحمت و ساده رو آیا جوانای ما حاضر هستند؟ الانم شالکولا کردن دارن میرن، میگن با این نرخ دیگه صرف نمیکنه کار کنه. ما مثلا برای یه کاری دنبال یه سری نیرو میگشتیم بله. که صبح ساعت 5 و نیم صبح بیان سر بله. کار یه کاری انجام بدن. بله. هر چی میگشتیم نمی مثلا کسی حاضر نیست صبح بله. زود بیدار شه. شما این صحنه ها رو دیدین؟ این شکلی مثلا کارگر، حالا همون سیمانکار، گچکار، هر کارگری. من خودم اینجوری زندگی کردم. انقدر نون و هندونه. بله. حالا ما سر کار بودیم، سر کار نهار می‌خوردیم. همین وضعیت. حالا یه ذره تفاوت عکسی داره، مثلا شکلی داره. اگر ما عرض کردم، من اینطوری نیست که نابود رنج گنج منصر نمیشه. درسته. باید کار کرد. درسته. ناراحت نیستین از این موضوع؟ من کیف میکنم. مخصوصا به گذاشتن فکر میکنم. درسته. وجدان راحتی دارم. نیومدیم مال اندوزی بکنیم. نیومدیم نزول بخوریم. نیومدیم افتکار بکنیم. حداقل وجدانمون راحته. آفرین. رفتیم با عرق جبین زحمت کشیدیم. الان اون بچه‌هام من این فرزند یه چند نفر... تا بچه داری؟ من 4 تا پسر دارم، یه سبیه. پسرام همه تو شغل خودمون یکی یکی به مراتب دارن کار میکنن. آفرین. همین خاویاری که 11 ساله من دارم کار میکنم، یه پسرم نوجوان بوده، الان اون هفته عروسیش بوده. با این موقعی بزرگ شده. شبانه روز اونجا بوده آقای هیدری. اینطور نیست، زحمت کشیده شده. که اون ماهی 5 گرم شده 100 کیلو. آفرین. بعد کار کرد. بعد جوانا ما بدونن، بعد کمر همت. بعضی پدر مادرها میگن که ما دیگه سختیاشو کشیدیم، بذاریم بچه‌هامون آسایش داشته باشن. بعد اینقدر امکانات در اختیار اون بچه‌ها قرار میدن که اصلا اینا متوجه نمیشن اینا از کجا اومده. وقتی هم که پدر یا مادر نیست، فکر میکنن همه چی باید همین جوری بشه. به جز پدر مادر کسی این فرش قرمز رو جلو بچه پهن نمیکنه واقعا. اونطوری که عادت میکنن اینا رو به شما، اینا میگن نازک نارنجی، یعنی بلد. نازدونه اینا نیست. اگر کار نکنی اصلا، شما ببینید این نون هندونه که داره میخوره به خاطر کاری که کرده خطی اینو میکنه. ولی هر موقع یکی کار نکرده این هندونه رو میذاری جلو هندونه، واسش خیلی چیز تازگی نداره. خیلی خوشایند میواره. چرا؟ بله. برای اینکه کار نکرده، خسته نشده. درست. بله. شما رو که هفت درسته خواب بهت میچسته استراحت نه، رو که همش استراحتی که بله. اسلاید بعدی. نوستالژی در شرط هم از اون زمان نون و هندونه و نون و پنیر و نون و سالاد و نون و دوران طالبین هم جزء غذاها بود. الان بله دیگه نیست. نیست. این هم بله. اختلاف حالا دختر خانم گلفروشی که به یک کس که توی ماشین شیک نشسته میخواد چیزی به فروش، اونم شیشه رو داده بالا و محل نمیده. اتفاقا این چند وقته داشتم یه بررسی میکردم که ما خودمون رفتارهای دیگران رو شکل میدیم. مثلا بعضی شهرها که به گدا پول نمیدن. مثلا تبریز اینجوریه. تبریز میگن یه دونه گدا هم توش نیست. حتی یه دونه. به خیریه ها مردم کمک میکنن، به نهادهای حمایتی کمک میکنن، ولی امکان نداره دست یه فقیر امکان نداره یه دونه گدا. این باعث میشه که این عده‌ای که میخوان از راه گدایی پول در بیارن به این نتیجه برسن که باید برن یه کاری بکنن، یه حرکتی بکنن، چیزی بفروشن، یه چیزی که نیاز مردم باشه. ولی به داد این بچه‌ها هم باید رسید. حداقلش اینه که این بچه‌ها مورد سوء استفاده بانتان حداقلش این مهمه. بله. ولی فکر به این بعد این میزان شادکامی آره، این یه گزارش اختصاصیه که یک دوستی برای برنامه پایش انجام داده، آقای اسفندیاری، یه infographic.ir اومده میزان شادکامی استانها رو بررسی کرده. حالا البته باید ببینیم شاخصاش چیه. مثلا خوزستان، کردستان، زنجان جزو شادترین ها هستند. قومی هم شادکام هستند. سه و بله بله نمایندشون هم اینجا. نکتهش اینه که مثلا تو بعضی شهرها که شادکامی کمتره، برید اونجا احتمالاً شما میبینید اونجا دعوا بیشتره، اونجا نمیتونم شکایت بیشتره. چند وقت پیش آمار دعوا رو یه جایی منتشر کرده بود که مثلا استان تهران و اردبیل و کرمانشاه و همدان و لرستان جزو جاهایی که بیشترین تعداد دعوا رو دارن. الان با این آمار هم تقریباً ولی به هر حال یه تحقیق علمیه. اینم خیلی عکس قشنگیه. اینو یکی از باز بیننده ها برام فرستاده. آقای برخوردار فکر میکنین این کجا باشه؟ من فکر میکنم توی هتل دستشویی هست.
به هتل بعد باشه یا نمایشگاه، نمایشگاه چیزای سنتی. حالا این عکس رو ببینید، این سرویس بهداشتی یه پارکه، یه آقایی که در واقع نظافت، همین آقای محترم که نظافت چیه اینجاست، اینجا رو مثل دسته گل نگه میداره آقای برخوردار، همیشه تمیز میکنه. برگردیم آقای فندیاری، آره برگرد، یکی دیگه بیا عقب. ببینید این در واقع یه توالت عمومی رو فقط هم با احساس مسئولیت خودشا، یعنی نه اینجا پول اضافه‌ای بهش میدن نه چیزی میکنن، فقط انسانیتش میگه که کسانی که میان تو این دستشوی یه محیط در واقع آرام و زیبا رو به نوعی تجربه کنن. این در واقع یه آدم های دیگه هم هستن که یه جاهایی که یه عالم گلینا توشه تبدیل به توالت میکنن، برعکس با بیلیاقتیشون. بریم جلو آقای اسفندیاری، بحث مدیریت و بحث کسب و کار، یه چیزی داریم به نام مدیریت استراتژیک. میگیم فرصت ها رو شناسایی کنیم، تهدیدها رو شناسایی کنیم، نقاط ضعف رو شناسایی کنیم، نقاط قوت و اینکه نقاط ضعف رو به نقطه قوت تبدیل کنیم، فرصت تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنیم. این بدترین شاید حالت ممکنه یک کار باشه در حالت عادی، ولی یه نفر آدم خوش‌ذوق از این بهترین حالت ممکن ایجاد کرده. حتی این دمپایی ها رو به خرج خودش خریده گذاشته اینجا، کسایی که میان کفششون رو بیرون در بیارن با این دمپایی ها میرن میان. بله ببینید اینها توی این عکس هم، بله توی پارک هیچ یک ریال هم اضافه بهش نمیدن بابت این کار، خودش غیرت خودش، وجدان خودش، این خلاقیت خودشه. بله هیچ کم بهش نگفته این کار بکنه. بله. یعنی یک مدیری نیومده اجبارش بکنه. بهش میگن خلاق. یک کاری از خودش حاضر اینو استخدام کنید بیاد شما کار کنه. والله من در خدای این بیابون ما رو آباد میکنه، اونجا همه رو گلستان میکنه. نه اثر ترحم نه. نه نه. اصلا شما به دردتون میخوره یه همچین نیروی. بله یه همچین نیروی ما. اصلا من الان یه کارشناس شیلات بود. خب ایشون شغلی نداشته. خب من الان اومده یه دو هفته است با پسر من داره کار میکنه. خیلی گفتم تهران شما هست، تهران اومده قوم، البته اصالتا قومیه. صحبت کردم که چرا، گفت من تو شرکت چند تا شرکت دونم استخدام بشم، چون در درس این رشته رو خوندم و آبزیان رو خوندم علاقه دارم، با این حال میام تو این کویر با این پسر شما کار میکنم. بله خیلی ممنون آقای دکتر قدیری عبیانه، استاد دانشگاه، که تصاویرم در واقع خود ایشون بر ما فرستاده، پشت خط پایش هستن. آقای دکتر سلام، شب بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما مهمان عزیزتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خیلی ممنون آقای دکتر. چجوری میشه که یک کارگری خودجوش یه همچین کاری بکنه، یه همچین روحیه‌ای داشته باشه؟ فکر می‌کنم اگر بخوام بگیم یک روحیه اسلامی چگونه هست، باید بگیم اینجوری. ما حدیث نبوی داریم که هر کس هر کاری رو میکنه سعی کنه اونو به بهترین نحوی انجام بده، و من فکر میکنم که این کارگر عزیز ما، این کسی که اونجا این شغل داشته، هیچ کس ازش توقع نداشته اینجا رو با گل، با این تزیین، یعنی یک توالت عمومی رو تبدیل کرده به واقعا گلستان. یعنی من فکر میکنم ما اگه بخوایم یه قهرمان معرفی کنیم، یه سمبل کار خوب معرفی کنیم، این نمونه مناسبی است. خاطر همین هم خدمت شما معرفی کردم، تو سایت خودم هم زدم عکسش رو، که باید اینها معرفی بشن. شما فکر کنید اگر هر کسی این رویه رو تو ایران داشته باشه، 75 میلیون نفر هستیم، هر کسی هر جا کار میکنه سعی کنه اون کارش رو خوب انجام بده. حضرت امام هم اینو میفرمودن، میگن آقا شما هی به جایی که بشینید این نقد همه جا رو بکنید، بشینید اون کاری که به خودته خوب انجام بده. ببین چقدر زیبا. و من به نظرم میاد که واقعا معتقدم اگر مردم، اگر افکار عمومی، افراد، هر کسی هر کاری رو میکنه اینطوری انجام بده، کشور ما میشه گلستان. این حالا برنامه هم که شما قبل داشتید مثلا مال دوران دفاع مقدس و غیر و اینها، این مال این بود که مردم توقعشون کم بود و مشارکتشون خیلی بالا، فقط نمیتونیم اختصاص بدیم به مدیریت آن زمان. این فعالیت و تلاش و مشارکت در امور باعث میشد که تو اون سختی ها با این وجود ما امتیازات مثبت داشته باشیم. اینو من به نظرم به هر حال از این مواردم باز داریم. بله حتما داریم آقای دکتر، حتما.
خیلی ممنون آقای دکتر قدیری، تشکر میکنم از شما. ما خیلی گشتیم، یعنی بچهای برنامه پایش خیلی گشتن ببینیم این کدوم، شما میدونین کدوم پارکه آقای دکتر اینجا؟ نه من نمیدونم. آه شما نمیدونم. بچه هم خیلی گشتن پیدا کنم ببینیم این کدوم پارکه. بله دقیقا. ما خواهش میکنیم بینندگان اگه میدونن این پارک کجاست و این آقا اسمش چیه، حتما برای ما بفرستن. ما یه جایزه مشهد میدیم به کسی که این آقا رو معرفی کنه، یه جایزه مشهد هم به خود این آقا میدیم، ایشون هم اگر که بله دوتا میدیم و خودش و خانومش با هم برن مشهد، به کسی هم که ایشون رو معرفی کنه یه جایزه مشهد میدیم. اگرم مایل باشه آقای برخوردار آمادن که ایشون رو تو مجموعه خودشون مشغول به کار بکنن، منتها کار اون نفر بعدی خیلی سخت میشه که قراره بده جای این کار کنه، چون ممکنه چنین روحیه‌ای در واقع نداشته، چون خیلی شما گلستان رو بهشون بدین تبدیل به زباله دونی میکنن. این بنده خدا به قول آقای اسفندیاری یک توالت رو تبدیل به یک در واقع مورد خیلی مرگو هم اگر بینندگان ما شبیه به ایشون بله کار خودشون آفرین بله. اگه بینندگان عزیز همطور که اسفندیاری هم گفتن موردی رو میبینن، فردی رو میبینن، موقعیتی رو میبینن که قابل تحسینه، ما چند وقت پیش تو همین برنامه که نشون دادیم که کتاب فروش بود پشت تابلوش زده بود که هر کی میتونه بیاد اینجا کتاب بخره بخره، اگه نمیتونه بخره من امانت میدم بخونه بیاره بده، کار قشنگه. از این کار اگه بیننده داشتن برام بفرستن ما حتما نشون میدیم. خب بازم داریم اسلاید آقای اسفندیاری؟ این تموم شد. بله 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 آقای دکتر بفهم. یه دفعه یکی از روزنامه ها عکس یک پیرمردی رو تو بازار نشون داده بود که مقدار زیادی بار رو رو چرخاش داشت حمل میکرد و میگفت ای داد ای بیداد چرا اینطوریه. من میگفتم این اصلا اوج عزته، یه نفر وقتی میتونه کار بکنه حتی که پیرمردی میتونه بار ببره کارش رو انجام میده، اینو باید به عنوان قهرمان معرفی کرد، باید دیگران رو هم ترغیب کرد اگر میتونن کار کنن دست کمک خواهی به روی کسی دراز نکنن. یعنی من معتقدم این آدمایی که بعضی موقع تا سن پیری هم میتونه کار کنه کار میکنه و کار عزته. ما حالا تو فرهنگ عمومی ما متاسفانه گاهی ما فکر میکنیم بهترین کار تفریح است، اگه کسی داشت ثروتی داشت دیگه باید بره بشینه تفریح کنه، در حالی که ما از قول امام علی علیه السلام میگه بهترین تفریح کار است. ببینید این برادرمون که به عنوان صادرکننده نمونه آورد آقای برخوردار از کار کردن لذت میبرن، این نگاه اسلامی است. با اینکه دارن با اینکه برخوردار شدن ولی باز کار میکنن و فرزندانشون هم میخوان اونا کار بکنن، خیر فرزندانشون رو میخوان که میخوان اونا هم کار کنن، منتها نگاهشون نگاه اسلامی است و این نگاه رو ما باید تو جامعه گسترش بدیم. خیلی آقای دکتر قدیری واقعا خودشون میبینید تو سوابقشون حتی شاید بیشتر از آقای برخوردار زحمت هم کشیدن، به یه تمکن مالی خیلی خوبی هم رسیدن، ولی اصلا اجازه نمیدن بچه‌هاشون به سیاسفید دست بزنن، همش تو ناز و نعمت میگن ما سختیاشو کشیدیم دیگه بچه‌هامون نکشن. بعد اون وقت این بچه‌ها بعداً تو جامعه با هم بیچاره میشن، یعنی چون دیگه جامعه که اونا بچه‌هاشون نیست بهش اونجوری نگاه کنن، ثروت پدرم بالاخره تا یه جای اونا رو میکشه، بعدش چی؟ یعنی حتی اگه باشم بالاخره به مشکلات میخوره. حالا من یه نکته قشنگی خوندم تو ژاپن که مدارس ژاپن سرایدار ندارن، کی تمیز میکنه؟ شاگردا تمیز میکنن. کدوم شاگرد تمیز میکنه؟ اون که درس رو بهتر جواب داده، شاگرد اول شده، به عنوان جایزه میدن مدرسه رو تمیز کنه. این کاری که ما برای حرم میکنیم، مثلا برای ما خیلی افتخار بریم قبار روبی حرم بشیم، چون قبار روبی جای مقدس، اونم میگن مدرسه مقدس، نظافت مدرسه توسط دانش آموز اول. اگه ما تو ایران بگیم آقای دانش آموزی مثلا بیاد تو نظافت کلاس شرکت بکنه، تحقیر و توهین و این چیزا تلقی میکنیم. نباید اینطور باشه. درسته. بله بله اینم یه تجربه خیلی خوبه. خیلی ممنون آقای دکتر. خواهش میکنم. شب بخیر. خدا خب با همکاران و محل کار آقای برخوردار یه خورده بیشتر آشنا بشیم، بعد باز هم با ایشون صحبت میکنیم. به
به نظر شما امروزه کدام یک از موارد زیر لطمه بیشتری به اقتصاد کشور ما میزند؟ یک، احتکار. دو، کم فروشی. سه، گران فروشی. عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30111 ارسال فرمایید. سفر مشهد مقدس جایزه برای 10 نفر از شرکت کنندگان در نظرسنجی این برنامه. از اون موقعی که من یادمه پدر تلاش بی‌وقفه‌ای داشت، سمندره کار میکرد، حتی شبا که میخوابید خواب نبود، فکر میکرد. همین درباره این همین استخ ساختن این مجتمع هیچ مهندسی نبوده، خودش با فکر خودش تونست این مجتمع بسازه. از لحاظ اقتصادی کل کارگاه مقصد تو ساله اول باز خواستی نداشت، ما مشکل داشتیم که حتی فروش ماهی، چون ماهی انقدر شناخته شده نبود تو سخت کشور، یه سری مشکلات برای صادرات هم داشتیم. ولی خود آقای برخوردار با اون پشتوانه کاری، با اون تلاش زیادی که داشتن، دیگه الان به این روزی رسیدیم که ما هم راحت میتونیم صادر کنیم و خیلی هم راحت ماهی میتونیم داخل ایران با قیمت خیلی مناسب به فروش برسونیم. پدر صبح زوش اصلا همیشه اینجا بودن. همین الانشون که بعد از 10 سال گذشته بازم میاد، همیشه سر میزنه، مدیریت میکنه، ایرادات کارو میگه، همیشه تلاش بی‌وقفه‌ای داشته. شمندارو قطعا تلاش بی‌وقفه‌ای الحمدلله به اینجا رسیده. ویژگی برتر ایشون اینه که ایشون یه آدم واقعا خستگی ناپذیریه، یه آدمیه که